سلام به روی ماهتون، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم در خدمتتون هستم با طرز تهیه یه قیمه بادمجون خوشمزه. سبزی که میبینه اخود بیخود میشه. حالا ما اینجا سبزی بخریم برای آش با سبزی خوردن. عاشق سبزی شماله. برگ چغندرم با خوشگلی خیلی با حلقات ها بار بود نه من آخر هفته که میرسیم خیلی بازار شروع میشه. بادمجونی که خریدم واسه قیمه بادمجون مشخصش اینه که برای قیمه بادمجون چون میخوایم از درست استفاده کنیم 4 انگشت باشه، بعد نه زیاد نازک باشه نه زیاد کلوف، که وقتی هم پوست میکنیم یک گوشتی داشته باشه، مشکی و خوشگل هم باشه. یه دست برای قیمه بادمجونه که میخواید مهمونی استفاده کنیم. دوستان بریم که ویدیو آماده سازیه گوش رو که از شب قبل خوابوندم رو ببینیم با هم. اینجا من حدود 600 گرم گوشت خورشتی گوساله دارم که برای تمدار کردنش از پیاز، روغن زیتون، فلفل سیاه نیم کوب و کمی نمک استفاده میکنم و یه شب اجازه میدم توی یخچال استراحت بکنه آماده بشه برای یه خورشت خوشمزه. اینجا یه خیلی کم من نمک میزنم و تقریبا یه قاشق چای خوری هم فلفل سیاه و کمی روغن زیتون برای تمدار کردن گوشتمون. از 2 قاشق غذا خوری من استفاده میکنم، فکر میکنم کافی باشه. اینو قشنگ ماساژش میدم و میذارم داخل یخچال که استراحت کنه. لپه رو برای قیمه بادمجون من میخوام که قبل خیس بکنم با آب بلر و نمک. حالا وقتی که میخوام خیس بکنم تعدادش رو به تعداد مشت بستم میریزم، یعنی الان من 7 مهمون دارم، اینطوری 7 مشت بسته از این میریزم، 2 تا هم اضافه تر. حتی یه ذره مشت بسته بیشتر شد، الان 2 تا اضافه ترش 1 میریزم. قیمه بادمجون برای 7 نفر تهیه شده که تقریبا 600 گرم من گوشت گوساله دارم
یک کیلو نیم بادمجون دارم، به اندازه 7 مشت بسمم لپه دارم، لپه خیس شده، 2 تا پیاز برای پخت لپه، چوب دارچین، برگ بو و پودر سیر. یه مقدار کم من روغن میریزم به خاطر اینکه داخل گوشتمونم از روغن زیتون استفاده کردم، دیگه خیلی روغن نمیریزم و گوشت رو منتقل میکنم به قابلمه که داغ شد. خب دوستان، من این گوشت رو همراه با پیازی که خوابونده بودم از شب قبل میریزم داخل قابلمه که تفت داده بشه، کاملا که سرخ شد بعد آب میریزم که بپزه. حالا میریم سراغ لپه. این لپه رو که خیس کرده بودم با نمک، حالا میخوام که بجوشونمش. خب میذارم قابلمه رو اینجا. من با این که اینو خیس کردم، لپه معمولا جزو حبوباتیه که خیلی باددار هست، پس من میام اینجا با کمی آب میذارم بپزه. چرا لپه رو جدا از گوشتمون میذاریم بپزه؟ امکان داره زمان پخت گوشت با زمان پخت اون حبوباتمون فرق داشته باشه و باعث بشه که مثلا اگر لپه زود میپزه پزا باشه له بشه، گوشتمون هم نپز باشه، یا برعکس. پس بنابراین جدا بپزیم بهتره. منتها من برای پختش حتما از چوب دارچین یکی دو تا دونه، برگ بو، یکم نمک و پودر سیر استفاده میکنم، به خاطر اینکه این کار باعث میشه که بوی بعد حبوبات رو شده. من خیلی حساسم، اصلا بوی حبوبات خوشم نمیاد که توی غذا احساس بشه. پودر سیرم میریزم و اجازه میدم که بپزه تا مرحله بعدی لپه. تو این مرحله که گوشتمون تا این حد سرخ شد و پیازش کاملا لفت شد، یکم من زردچوبه بهش میزنم. توی قیمه بادمجون من زیاد از زردچوبه استفاده نمی کنم، چون بیشتر مخصوصا مجلسی باشه بیشتر از زعفرون استفاده می کنم. اینم باش تفت میدم. روغنم کم ریختم به خاطر اینکه قیمه بادمجون رو خیلی باید حواسم به روغنش باشه، چون بادمجون هر کاری که بکنیم روغنی که به خودش میگیره توی خورش پس میده و خورشمون خیلی چرب میشه. هم برنجتون رو بدون روغن بگیرین، هم اگر گوشت گوساله باشه خیلی بهتره که چربی نداره. زردچوبه‌مونم تفت شده شد. حالا من آب بهش اضافه میکنم که شروع کنه به پخت. بعد توی این قسمت من از چوب دارچین و دو تا برگ بو هم تو قسمتی که گوشت رو میخوام بجوشونم استفاده میکنم. بنشین و حالا اجازه میدیم که جوش بیاد و بذاریم بپزه تا پختش کامل بشه. برای تهیه خورشت قیمه بادمجون، بادمجون هاست که یه توضیح کوچولو بدم، اونم اینه که قد بادمجون ها برای قیمه نباید خیلی بزرگ باشه، چون قرار نیست اونا رو نصف بکنیم و میخواییم شکیل باشه توی غذامون. و همچنین این اگر سرای تازهی داره حتما اجازه بدین که این سرش به این شکل بمونه. من این حالت میگیرم دنبشو و با این چاقو به این شکل برگاشو در میارم. ببینید اینطوری. بعد برگاشو که در میارم از همین جام شروع میکنم به پوست کندن. بادمجونم باید هم مشکی باشه و به اصطلاح هم جنس خوب باشه که تلخی نداشته باشه و همین که وقتی که پوستشو میکنیم نه انقدر درشت باشه که حالت آبدار و لهدار له بشه، نه انقدر باری که وقتی پوست میکنیم دیگه چیزی از بادمجون نمونه. در ضمن این سر بادمجونم که میذاریم باعث میشه که روغن کمتری برای سرخ شدنش استفاده بشه و اینکه بادمجون شکل خودش رو حفظ میکنه تو خورش و خیلی راحت میتونید از خورش خارج بکنید و سروش بکنید له نشه. خب این از نکته هایی که برای بادمجون گفتم. برای خورش من اگر بخوام میام چه بادمجون استفاده بکنم، نفری یه دونه میذارم، نهایت دوتا اضافه تر. شما میتونید دونه ای هم به تعداد نفرات بادمجون رو انتخاب بکنید.
دو سال لب همون که حالت یه جوشی خورد، تقریبا خیلی پخته نشده، یه حالت نیم پز داره و هنوز پخ نیاز داره، از روی آتش برداشتم، بعد آبکش کردم، حالا برگ بو و دارچیناش هم در میارم، آماده است که لپه ها رو تفت بدم. منتها برای تفت لپه من از دو تا پیاز کوچیک استفاده کردم که پیاز رو ریختم تو خرد کن، کاملا به اصطلاح خوره شده. حالا اولی کم روغن میریزم داخل قابلمه. پیاز رو میریزم داخلش، تفت میدم و تو این پیاز لپه‌هامون رو تفت میدیم که هم خوش طعم میشه هم باعث لابدار شدن خورشتمون میشه. خب تو این مرحله که پیازمون تفت داده شد، میام لپه‌ها رو اضافه میکنم. تو این مرحله یکمی هم زردچوبه میزنم به لپه هامون. زردچوبه همون تفت داده شد، به اندازه دو تا قاشق روبی که به اصطلاح خودم پختم رو دارم، هم از روب میخوام استفاده کنم هم از اون پوره گوجه های طعم دارم. شما میتونید فقط از یکیش استفاده کنید. این رو هم تفت میدم و آب میریزم که یه کوچولو بزنم. دوستان یه نکته در مورد این که ما لپه رو با رب تفت میدیم یا با پوره گوجه فرق نمی کنه، تفتش میدیم، دلیلش اینه که باعث میشه لپه به اصطلاح مخروط داخل خورش بمونه و مثل شن نره کف ظرف خورشتمون، قوطه ور در داخل خورش میمونه و طعم سس رو به خودش میگیره و خیلی هم خوشمزه و خوش رنگ میشه و از اون حالت سفیدی و زردی توی خورش در میاد. لپمون که تفت داده شد، یکم آب روش میریزم که بپزه. خیلی این آوای خورش رو زیاد نگیرین که یه وقت پخت شده باشه، کامل شده باشه و آب خورشتتون هنوز بمونه، اون موقع دیگه مکافات جمع کردن اون آب خورش. من در همین حد که میریزم فکر میکنم کافی، چون خیلی لپم پزاست. من به اندازه یه قاشق سوپ خوریم از سس گوجه فرنگی که معرف حضورتون هست و طعم داره داخل قیمم، داخل لپم میریزم. وقتی آدم میره بازار نوشهر، خدا وکیلی وقت سبزی ها رو میبینه، سبزی نمیتونه بگذره، مخصوصا وقتی قیمه یا قیمه بادمجون داشته باشی که پای اصلی سفره‌هامون سبزی خوردنه. جای همتون خالی. من سبزی خوردن رو گرفتم که به اصطلاح ریحون و تره و بقیه مخلفات و اینا داره. حالا اینا رو باید پاک کنم تا زمانی که به اصطلاح خورشتم آماده بشه، سبزیم هم آماده بشه، بذارمشون تو آب. مهمونای منم خیلی سبزی خوردن دوست دارن. خب اینجا لپمون دیگه پخته، بذارید امتحان کنم. ببینم پخته. پخته. خب حالا این لپه پخته شده رو اضافه میکنم به گوشتمون، از حرارت برش میدارم. یه جوشم با گوشتمون میخوره، وقتی پخت دیگه آماده میشه که بریم سراغ بادمجونم. خب دوستان بریم سراغ خورشتمون. الان تقریبا آماده است و آماده اینه که چاشنیاشو بهش اضافه کنیم. برای چاشنیه که الان موقعش یکم زعفرونه که من دم نکردم، دیگه همینطوری میریزم. بچه هم میگن چرا باید دم کنی؟ من همیشه اینقدر کارام با همه که نمیرسم دیگه. خب شما میتونید که دم کنید و بریزید داخل خورشتتون. اینجا تقریبا یک سوم فنجون
آب لیمو دارم که ترشی غذاها رو هم همینطور که میدونید سلیقه‌ایه، باید هر چقدر که دوست دارین بریزین اگه دوست دارین ترشیش زیاد شه. بعد نمک اصلا نداشت غذای من، فقط اون نمکی بود که یه مقدار ریخته بودم داخل گوشتش تندار کرده بودم. اینجا باید که لیمو عمانی داشتیم که من نداشتم، یعنی دقیقه 90 یادم افتاد که لیمو عمانی ندارم. بعد منزل ما هم به خاطر اینکه از شهر دوره و سمت طبیعت هستیم، بعد دوباره ماشین سوار می‌شدم و اینا دیگه نرفتم. بعد اومدم چیکار کردم؟ از پودر لیمو عمانی استفاده کردم. پودر لیمو عمانی رو من همیشه دارم. شما اگر لیمو عمانی دارید میتونین خیس کنین، قشنگ اون تلخیشو بگیرین، یه چند تا سوراخ با چنگال بزنید، یه 10 دقیقه تو آب بمونه، بعد اون آبشو خالی کنید و خود لیمو عمانی رو بندازید. ولی هم تو که میدونید لیمو عمانی هم که میندازین بازم یه مقدار ترشی جداگانه مثل آب لیمو رو لازم داره، چون لیمو عمانی بیشتر عطر و طعم به غذا میده تا ترشی به اصطلاح بیشتر. خب حالا من اینجا لیمو عمانی رو به اندازه لازم ریختم، دیگه میمونه یک کمی هم به اندازه یه قاشق مربا خوری من گلاب میزنم، خیلی کم. خب اینم از ادویه ها و طعم دهنده هاش. این یک کم دیگه بجوشه، بعد میخواییم که درشو بذارم طعم ها با هم همخوز بشن بجوشه چون کاملا پخته. حالا میریم سراغ بادمجونایی که سرخشون کردیم. بادمجونا رو اسمت خانم زحمت کشتن سرخ کردن، منتها اینقدر قشنگ سرخ کردن که خیلی احتیاج به پخت کمی داره، کاملا همه طرفش سرخ شده و طلایی شده به این شکل. اینا رو دوباره من میچینم داخل مایتابه‌ای که سرخ کرده بودیم، روغنشو خالی کردم، اینا رو میچینم داخلش. دوستان یکی از دلایلی که ما بادمجون رو داخل خورشتمون نمیذاریم اینه که آب خورش رو کاملا به خودش میکشه و موقع سرو غذا هم یه مقدار سختمون میشه. پس بنابراین اینجا که بذاریم قشنگ پختش رو هم میتونیم چک بکنیم و زمان پختش دیگه قشنگ قابل تست کردن. بعد از آب خورش که به اصطلاح طعم رو دیگه داره و طعم چیزام، از آب قلم هم شما میتونید استفاده کنید، ولی من از آب خود خورش استفاده میکنم و میریزم روی این بادمجونا و به اندازه یه ربع میذارم که بادمجونامون با آب خورش جا بیفته. بیه موقع سروشم خیلی خیلی راحت ترین. دوستان رسیدیم به پایان این ویدیو، امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه و ممنونم از نگاه های قشنگتون، ممنونم از همراهیتون. اگر که کانال رو دوست دارین به دوستانتون معرفی کنین لطفا و سابسکرایب و زنگولم فراموشتون نشه. و اما حرف آخر امروز برای تشکر از شما عزیزان هست که خیلی خیلی منو همراهی کردین بابت ولاگ خونه فاطمه جون. یه تشکر ویژه از همتون میخوام داشته باشم تو این برنامه، به این دلیل که من گوشیم شکست بعد از اون فاصله به سرکاری و نتونستم که کامنتاتون رو ببینم و جواب بدم. از گوشی بچه ها نگاه میکردم، کامنت ها رو میخوندم، کلی لذت میبردم، ولی نمیتونستم جواب بدم چون گوشی نداشتم. بعد از فاطمه جونم خواهش کردم که گفتم این برنامه انگار که فقط مختص خودت شد، تمام لایک ها تمام کامنت های زیبا برای شماست و شما زحمتشو بکشه جواب بده. فاطمه جون هم خیلی تشکر کردن، من از طرف ایشون و آقا انوش خیلی خیلی ازتون تشکر میکنم، خیلی خیلی سپاسگزارم به خاطر همراهیتون و اصلا فکر نمیکردم که شما هم مثل من دوست داشته باشین که مهمان دوتا فرشته باشین. به هر حال دیگه عرضی ندارم خدمتتون،
خیلی دوستتون دارم و به خاطر درخواستی که داشتین سعی میکنم یه ولاگ دیگه از فاطمه جون و انوش جون بذارم، منتها دیگه با هم بریم گردش. برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم. خدا نگهدار.